سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سفر مقامات بلندپایه حکومت افغانستان به ولایت بلخ برای حل اختلافات میان عطا محمد نوروایی پیشین آن ولایت و ارگ ریاست جمهوری. واکنش های گسترده در برابر تهدید رئیس جمهور ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی به تولیدات خارجی وارد شده به ایالات متحده. و نگرانی ها از بابت نقش نمادین زنان افغان در پروسه صلح افغانستان. نظریات یک سناتور آمریکایی را خواهید شنید. با برنامه دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. سلام بر شما، احمد فؤاد لامی هستم با شرح برنامه امروز دوشنبه 14 هوت سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی‌سی. پس از طویل شدن اختلافات میان عطا محمد نوروالی پیشین بلخ و ارگ، دو مقام بلندپایه حکومت دیشب در شهر مزار شریف با آقای نور گفتگو کردند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و از نزدیکان عطا محمد نور با صدای امریکا این مذاکرات میان رئیس امنیت ملی افغانستان و رئیس دفتر رئیس جمهور غنی را با عطا محمد نور والی سابق بلخ تایید کرد و گفت که این ملاقات ممکن به نتیجه برسد. دیروز جناب آقای استانگزای و آقای رئیمی برای یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ رسپار مزار شریف شدند. هرچند این جزئیات مذاکرات تا هنوز بر ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت ها طول کشیده این بحث ها و می خواهیم بگویم که انشالله امیدی برای حل تنش بلخ دروازش باز شده. مطمئن هستم که انشالله با اطمینان براتون میگم که در این آینده های بسیار نزدیک این معضله ارگ و والی محترم بلخ حل میشه و این تشویش ها را در سراسر افغانستان به ویژه برای ما بلخی ها با وجود آورده. اخیراً کنفرانس سالانه دیپلماسی فرهنگی در شهرهای واشنگتن دی سی و نیویورک دایر گردید که در آن نمایندگان، کارشناسان و فرهنگیان کشورهای مختلف اشتراک ورزیده بودند. محمد اسحاق اتمر استاد پوهنتون برلین و آگاهی سیاسی افغان نیز برای اشتراک در این کنفرانس به ایالات متحده آمریکا آمد. آقای اتمر امروز در استودیوی مرکزی مهمان ما هستند که راجع به این کنفرانس یاد شده و نیز مسائل مربوط افغانستان صحبت خواهد کرد. آقای اتمر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ما. پیش از اینکه به مسئله کنفرانس بپردازیم، روی دو مسئله مهمی که در افغانستان جریان داره صحبت بکنیم. هفته گذشته رئیس جمهور غنی یک طرح صلح را به طالبا پیشنهاد کرد، اما با وجود گذشت چندین روز طالبا هنوز واکنش نشان ندادند. برداشت شما از خاموشی طالبا چیست؟ پروسه صلح در افغانستان از مدت زیاد آغاز یافته، ولی علائم ملموسی که ما را به صلح برساند تا دوز دیده را شده. یک بحث تازه است که من فکر میکنم به اثر فشار امریکا و کشورهای متحد امریکا و روی پاکستان و روی طالبا، بالاخره طالبا مجبور شدن که آمادگی خود نشان بتن. که یعنی خوشبین هستین که آمادگی نشان میدن؟ هدف به ایست که تا دوز زده، ولی یک آپشن دیگه، یک باب دیگه را خود آقای رئیس جمهور باز کردن که بر از این آپشن بتن که اگر شما برای مذاکرات حاضر هستید، ما بیتونیم شما را باعث حزب سیاسی قبول بکنیم و داخل روند پروسی سیاسی بسازیم شما. امروز در روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله نشر شده، در او گفته شد که آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که زمانی خلاف به گفته خودش جزایر قدرت در افغانستان صحبت میکرد، یک طرح را پیش کرده و گویا طرفدار یک طرح صلح است که در او به طالبا بعضی ساحات در اختیارشان قرار داده شود و گویا به شکل خود مختار طالبا در اونجا قرار بگیرن و نیروهای حکومتی از اونجا عقب نشینی بکنن. به نظر شما این طرح چگونه است؟ این طرح به باور ما طرح درست نیست. این قدرت دولت را ضعیف می سازد. شناختن طالبان من حیث
یک قوت متبادل با دولت در داخل افغانستان، این به نفع مردم افغانستان و به نفع دولت افغانستان به هیچ صورت پیامدش خود بود. پیامدش جزایر قدرت بیشتر میشه و امتیازگیری ها بیشتر میشه. ما با ایجاد مثلا دفتر قطر تانستیم که طالبا را برای کل دنیا معرفی بکنیم و طالبا از ایجاد دفتر قطر روابط خود با شیخ‌های عرب و از طریق از او با رسانه های بین‌المللی و از طریق از او با کشورهای جهان قائم ساختن. ولی ما نتانستیم از این مدت و از این فرصت استفاده بکنیم و موضوع طالبا را به شکل یک کمپاین یا موضوع افغانستان را به شکل یک کمپاین به گوش جانیان برسانیم. از این خاطر است که من بگم که هر نوع مصالحه در تحت رهبری دولت افغانستان باید صورت بگیرد، نه ای که دولت افغانستان به جزایر قدرت دیگه تقسیم شود و قدرت های دیگه حاکم شود که باز خود دولت افغانستان و متحدینش نتانند که او جزایر قدرت دوباره کنترل بکنند. خب از پلیسیا یادآور شدیم، شما امروز به ایالات متحده آمریکا به این خاطر آمده بودین تا در کنفرانس پلیسی فرهنگی اشتراک کنین. این کنفرانس روی کدام موضوع میچرخید و نتایجش چی بود؟ بسیار خوب، ما این کنفرانس 3 روز در واشنگتن بود و 3 روز هم در نیویورک بود و در این شخصیت های بسیار بزرگ آمریکا و بعض از کشورها، دیپلمات ها، سفیرای کشورهای مختلف جهان در آمریکا، از جمله مثلا کسایی که بسیار مشهور بودن، آقای چکیگل بود، جان شولت بود، نماینده آمریکا در شرق میانه، ما سر از این صحبت کردیم. به خود به اونجا یک پریزنتیشن داشتم. صحبت سر از این بود که چطور میتونه دیپلماسی فرهنگی کشورها را نزدیک بسازه با هم و چطور میتونیم از طریق دیپلماسی فرهنگی به صلح برسیم که او برای تمام بشریت و برای دنیا. از نظر شما افغانستان در دیپلماسی فرهنگی چقدر پیروز است؟ افغانستان اصلا دیپلماسی فرهنگی بسیار ضعیف داره. اینجا با نماینده‌های از بعض نهادها دیدیم که اونا برای دیپلماسی فرهنگی فعال بودن، کار میکردن برای کشورهای مختلف، از جمله معرفی کردن هنر و کلتور یک کشور، معرفی کردن به طور مثال موسیقی یک کشور، معرفی کردن آرت یک کشور، معرفی کردن فرهنگ و زبان یک کشور. ما در این قسمت در افغانستان هیچ نوع کار را تا هنوز انجام ندادیم، در حالی که کشورهای دیگر سر از این بسیار فوکس کردن و سرمایه گذاری کردن. تشکر از شما آقای اتمر، موفق باشید. زنده باشید. تشکر از شما. تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی در سراسر جهان غوغا برپا کرده است. قصر سفید هفته گذشته اعلام کرد که بر ورود فولاد و آلومینیوم تولید کشورهای دیگر تعرفه های بلند گمرکی وضع می کند. اما تعداد از کشورها از عواقب ناگوار این تصمیم واشنگتن هشدار دادند. تفصیل بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز و رحمان دنبال کرده و اکنون از جلوه امارات کنگرس با ماست. عزیز جان، کشورهایی که نگران هستند بیشتر کدام کشور است و دلیل نگرانیشون چیست؟ خب آقای لامی، سلام با شما و سلام با بیننده های ما. تعداد از کشورها زیاد است، لیکن مهمترینشان مثل چین، کانادا و تعداد از کشورهای اروپایی است. ایالات متحده یک بازار خوب مصرفی برای از کشورها محسوب میشه و علت نگرانیشان است که این تعرفه های گمرکی ممکن مانع صادراتشان به ایالات متحده شود. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ باز میگه که خواستار رونق بخشیدن صنایع و تولیدات داخلی خود امریکا میباشه. در این حال تعداد از متخصصین باز هشدار میتن که وضع تعرفه های بلند گمرکی ممکن برای اقتصاد خود امریکا نیز صدمه برسانه. به هر حال با در نظر داشت همین موارد، طوری به نظر میرسه که واشنگتن در حال ورود به یک میدان جنگ ممکن تجارتی با متحدین نزدیک خود است.
پس از موضع‌گیری های اخیر قصر سفید مبنی بر حمایت از صنایع داخلی، به نظر می رسد که نقش تاریخی امریکا در ترویج تجارت آزاد کمرنگ می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کسر 800 میلیارد دلاری در تجارت امریکا با او گزینه دیگر بجز از حفظ صنایع کلیدی را نمی دهد و در اشاره به فولاد امریکا گفته است که نداشتن فولاد به مثابه نداشتن یک کشور است. حکومت واشنگتن داشتن یک اقتصاد باثبات را با امنیت ملی امریکا وابسته می داند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ما به گونه یک جانبه هر گونه امتیاز انحصاری را از دست دادیم. این امتیازات به خاطر رشد آلمان در سال 1945 و یا چین در سال 1945 کاملا منطقی بود، اما دیگر معنی ندارد. آنها حال به کشورهای بزرگ اقتصادی ما بدل شدند. بنابراین بسیار چیز هاست که باید کند. این موضع‌گیری واشنگتن در سراسر جهان غوغا برپا کرده است. معاون وزیر خارجه چین گفته است که بیجینگ خواستار جنگ تجارتی نمی باشد، ولی اضافه کرده که در عین زمان برای هر نوع شرایط آماده می باشد. در عین حال مقامات در کانادا و فرانسه نیز چنین می گویند. بلند بردن تعرفه‌های گمرکی بر فولادی که از کانادا و ایالات متحده صادر می شود مسخره آمیز است. ما نمی توانیم که آرام بنشینیم و به حکومت ترامپ اجازه چنین کار را بدهیم. در یک جنگ تجارتی میان امریکا و اروپا هر دو طرف بازنده خواهند بود. ایالات متحده باید بداند که اگر این تصامیم یک جانبه تایید گردد، با یک پاسخ قوی و متحدانه اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. بسیاری از متخصصین به این باورند که تعرفه های بلند گمرکی می تواند برای اقتصاد امریکا نیز نتیجه معکوس داشته باشد، اما مشاورین اقتصادی ترامپ این نظریات را رد می کنند. رقم مجموعی که ما در یک سال بر تعرفه‌های گمرکی افزایش می دهیم به حدود 9 میلیارد دلار می رسد که مساوی به قسمت از 1% اقتصاد ما می باشد. بنابراین این نظریات که گویا افزایش تعرفه ها باعث از بین رفتن شغل و یا افزایش قیم می شود نادرست است. با وجود موضع‌گیری های سرسختانه اش، رئیس جمهور ترامپ در جریان چند هفته اخیر در بعضی از موضوعات به مانند اصلاحات در سیستم مهاجرت و قواعد داشتن سلاح از خود انعطاف پذیری نشان داده است. بسیاری از مدافعین تجارت آزاد امیدوارند که رئیس جمهور ایالات متحده در عرصه تجارت نیز انعطاف نشان دهد. خب موضوع تعرفه ها در حال نگرانی را در بین کشورها به شمول کانادا برانگیخته که وزیر خارجه کانادا، وزیر اقتصاد مکسیکو و یک تن از مقام تجارتی ایالات متحده امروز با هم میبینند. هدف از این دیدار بحث یا جنبندی مرحله اخیر مذاکرات روی قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی که به نفت نیز شهرت دارد میباشد. البته قراردادی که رئیس جمهور ترامپ بارها و بارها او را غیر عادلانه توصیف کرده و بارها هشدار داده که از این قرارداد امریکا را ممکن خارج بسازه. آقای لامه، تشکر از شما. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ایتالیا امروز رسما اعلام گردید و گفته شد که ائتلاف راستگرا حدود 37% آرا و جنبش پنج ستاره حدود 31% آرا را کسب کردند، در حالی که آرای ائتلاف چپگرا 23% خوانده شده است. با در نظر داشت این که هیچ جناحی نتوانسته یک پیروزی قاطع به دست بیارد، گمان می رود مذاکرات برای تشکیل حکومتی که بتواند رأی اعتماد را در پارلمان به دست بیارد طویل المدت و پر جنجال خواهد بود. بر اساس ارقام نتایج ابتدایی انتخابات ایتالیا، حزب راستگرا که ضد مهاجرین بوده و به اتحادیه اروپا نیز خوشبین نمی باشد، در مقایسه با احزاب دیگر تا حد پیشگام است. حکومت سوریه میگوید که اردویان کشور طی عملیات نظامی جاری در منطقه غوطه شرقی در برابر شورشیان پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است. رژیم بشار الاسد ادعا دارد که در این عملیات 36% تمام ساحات تحت کنترل گروه های مختلف مسلح را از آنان تصرف کرده است. تلویزیون دولتی الاخباریه تصاویری از جنگ جاری در غوطه شرقی را به نشر سپرد. نبرد در حال ادامه پیدا کرده که ملل متحد گفته نخستین کاروان کمک های بشری آن امروز به منطقه تحت محاصره غوطه شرقی داخل شده است. سازمان صحی جهان گفت که حکومت سوریه وسایل خدمات طبی را اجازه نداده که در کاروان امدادی انتقال داده شوند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز به تهران سفر کرد تا تعهد اروپا در قبال توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران را تازه سازد، اما در عین حال خواست نگرانی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را که ایران را تهدید و ترک این توافقنامه کرده نیز بازتاب دهد. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که لازم است تا ایران نگرانی‌ها در مورد برنامه میزایل‌های بالستیکی آن کشور را رفع سازد، ورنه با خطر تحریمات تازه مواجه خواهد شد. ایران فوراً این نگرانی فرانسه را رد کرد و آن را نادرست خواند. همچنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در واشنگتن با رئیس جمهور ترامپ ملاقات دارد و هر دو رهبر راجع به ایران نیز گفتگو خواهند کرد. در طول ماه مارچ در واشنگتن دی سی گردهمایی‌های متفاوت روی موضوعات مربوط به زنان صورت می‌گیرد. در یکی از این گردهمایی‌ها سناتور جن شهین به خبرنگار صدای آمریکا نجیب خلیل روی وضعیت زنان افغان معلومات داد. سناتور شهین گفت که وی در مورد زنان افغان خوشبین است و مردم آمریکا علاقمند تعهد ایالات متحده در قبال احیای حقوق زنان افغانستان هستند، ولی او خواهان نقش نمادین زنان افغان در امور افغانستان نیست. این سناتور میگوید که امیدوار است تا در پروسه مذاکره با طالبان زنان در پروسه تصمیم گیری نقش داشته باشند. در نشست روز پنجشنبه، جین شاهین، سناتور ارشد دموکرات که حامی عمده قانون زنان، صلح و امنیت می باشد، در مورد اهمیت سهمگیری و نقش زنان در مذاکرات صلح صحبت نمود. خانم شاهین با اشاره به سوابق حضور زنان در چنین مذاکرات گفت: زمانی که زنان در میز مذاکرات قرار دارند، فرصت ناکام شدن مذاکرات 64% کمتر است که این یک رقم بلند است. همچنان توافقاتی که در چنین مذاکرات صورت می‌گیرد، بیشتر از 15 سال دوام می‌کند. با آنکه این نشست در مورد قانون زنان، صلح و امنیت، چگونگی تطبیق و تمویل آن برگزار شده بود، بیشتر صحبت‌ها روی وضعیت زنان افغان و نگرانی آنها صورت گرفت و سوال‌های زیاده در این مورد طرح شد. سناتور جین شاهین با اشاره به تطبیق چنین قانون در افغانستان و علاقمندی و تعهد آمریکا به زنان افغان چنین گفت: در مورد زنان افغانستان من واقعا خوشبین هستم تا به گونه بالقوه شمولیت زنان در چنین مذاکرات حفظ گردد. فرصتی داشتم تا رهبری اردوی خود را در آنجا آزمایش کنم. آنها هر بار تعهد خود را در مورد زنان و دختران افغان تصریح کردند. در ایالت من یعنی نیو همشر، هر زمانی که در مورد افغانستان صحبت میکنی، اولین چیزی که مردم روی آن صحبت میکنند این است که آیا ما تعهد خود را به زنان و دختران در افغانستان نگه می‌داریم؟ مردم به این موضوع علاقمند هستند. فکر نمی‌کنم که ما آنها را رها کنیم. سناتور شاهین به این باور است که تغییرات در خصوص زندگی و ماحول زنان افغان یک شبه نبوده، بلکه نیاز به زمان دارد. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نقش زنان نمادین نباشد. می‌دانیم که این کارها بعضاً در مورد خانم‌ها صورت می‌گیرد که به زنان یک موقف و مقام داده می‌شود، اما بدون صلاحیت در تصمیم گیری. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این پدیده تغییر کند و فکر می‌کنم یک از راه‌هایی که می‌شود با آن رسیدگی کرد این است که مردم ما که در افغانستان است، این موضوع را با رهبریت افغانستان، با رئیس جمهور غنی طرح کنند. ما می‌دانیم که تغییر در یک شب صورت نمی‌گیرد و این معنای آن را ندارد که کار ما تمام شده، چیزی است که ما باید آن را ادامه دهیم. برخی از فعالین حقوق زنان افغان مانند زرقا یفتلی ابراز نگرانی کردند که حکومت افغانستان متن پیشنهادی صلح حکومت را با طالبان با زنان افغان شریک نساختند. خانم شاهین با ابراز نگرانی از همچو اقدام به صدای آمریکا گفت که حکومت باید در این مورد نظر زنان افغان را جویا گردد و زنان باید از حکومت بخواهند تا در این مورد با آنان روشنی انداخته شود. سوالی است که باید پرسیده شود.
امیدوار هستم زنان نگرانی خود را در مورد اینکه محتوای پیشنهاد با آنها شریک ساختار نشده بیان کنند تا مقام‌های رهبری کشور بدانند که در آینده آنچه در پیشنهادات میباشد با زنان شریک سازند و زنان باید در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند. بر اساس قانون زنان، صلح و امنیت، ایالات متحده اکنون مکلف است تا سهم زنان را در روند صلح و امنیت بهبود بخشند. آنچه در مورد رویداد امروز بسیار جالب بود این بود که اکثریت سوالات که طرح شد در مورد افغانستان بود. حتی کسی که مسئولیت از این رویداد به عهده داشت میزبانیش سوالایی را در مورد افغانستان و زنای افغانستان طرح کردند و سوالایی که از طرف حاضرین پرسیده شد همش در مورد افغانستان بودند، حداقل 90%. و سناتور شاهین البته این تعهد کرد و گفت که در آینده، البته این چیزی نیست که یعنی در یک روز و دو روز این مشکل حل میشه، مشکل زن افغانستان در این شک نیست، اما گفت که زنای افغانستان قدرتمند شدند و یک مدت را کار دارن که اینا واقعا به مو آنچه که میخواین برسن. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. تیم آشنای صدای امریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است: تعهد به منشور صدای امریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی امریکا و بحث‌های جامعه. با ده ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای امریکا، موثق، معتبر و جامع. شهر لس آنجلس امریکا دیشب میزبان 92مین جشنواره اهدای جوایز سینمایی اسکار بود. امسال یک فیلم افغانی نیز در فهرست فیلم‌هایی بود که برای نامزد شدن به جایزه اسکار در کاتگوری بهترین فیلم‌های خارجی زبان ارزیابی شدند. فیلم نامه به رئیس جمهور با کارگردانی رویا سادات و نویسندگی و تهیه عزیز دلدار نتوانست به فهرست فیلم‌های نامزد به جایزه اسکار راه یابد، اما جایزه جایگزین اسکار، جایزه مالیزیا گلدن گلوبال و چندین جایزه معتبر دیگر را تا حال نصیب شده است. رویا سادات، بانوی فیلمساز افغان، همین اکنون از طریق اسکایپ از محل کارش در کابل مهمان برنامه ما هستند که برایشان خیر مقدم میگوییم. بانو سادات سلام و جوایز متعدد را برایتان تبریک میگم. گرچه متاسفانه نتوانستین که جایزه اسکار را به دست بیارین، اما چقدر خوشبین بودین که فیلم خود را با سایر فیلم‌های کاندید با اسکار در یک قطار میدیدین؟ چگونه با او فیلم‌ها فیلم خود را مقایسه کردین؟ تشکر. سلام خدمت شما و همکارای عزیزتون تقدیم میکنم. برحال زمانی که یک فیلم ساخته میشه، مخصوصا کسانی که به عنوان دستن در کار فیلم هستن، بزرگترین دستاورد و بزرگترین عکس العملی که بعد از فیلم میبینن برحال عکس العمل تماشاچیان هست. کسانی که فیلم دیدن چی در داخل افغانستان و چی در بیرون، به نظر من تاثیر جرفی روی مردم داشت و بحث های بسیار عمیق پیرامون زندگی اجتماعی افغانستان گشود که این بر من به هر حال یک روزنه امید بر ازی بود که فیلم تاثیر خاص خود داشته از بعد محتوایی و از بعد تکنیکی هم. بعد از حداقل چندین سال تجربه، تلاش همه ما بود که بتوانیم حداقل با استانداردهای جهانی فیلم را بسازیم. و در جشنواره‌ای که قبل از نامزد شدن به اسکار راه پیدا کرد، در لوکارنو افتتاح شد یا در جشنواره‌های متعدد دیگر، و نقد هایی که منتقدین سینما نوشتن، مقالاتی که راجع به فیلم نامی برای شمور نوشته شد، بیشتر من نزدیک میکرد به اینکه شاید به نتیجه نهایی اسکار به انتخاب نهایی راه پیدا کند. اما در کنار این، معمولا برای اسکار همیشه کمپان های بسیار گسترده نیاز هست، نمایش های بسیار عدد که از عهده برحال کمپانی ما واقعا بیرون بود. بله. خب چنانچه شما از محتویات فیلم هم یادآور شدین، نامی برای رئیس جمهور، فیلم ساخته شما در سطح بین المللی خیلی ها مطرح شده و جوایز متعددی هم برمغان آورده. موضوع این فیلم چیست اگر کمی روشنی بندازین و چه جنبه های متمایزی از فیلم های دیگه افغانی داره؟ بله. خب در یک تعریف خطی و ساده، زندگی یک زن باسواد و که در یک از پوزیشن های بسیار اساس وظیفه ایفا میکنه و به جرم قتل همسرش محکوم به اعدام میباشه، در یک تعریف خطی فیلم ایست. اما درون مایه فیلم بیشتر به معضلات زندگی فیلی افغانستان میپردازه
و دقیقا مرحله گذاری که ما برای فلان در قرار داریم تضادها و تنشهای زندگی مدرن و سنتی به تصویر می کشه. و در کلیت جامعه ای که از بیعدالتی رنج می بره و یک جامعه به شدت زن ستیزه و چالش میکشه. و در درون فیلم تفاوت هایی که شاید با سایر فیلم هایی که تا بال در مورد افغانستان ساخته شده این هست که در این فیلم آدم ها سیاه و سفید نمیشن. شما در این فیلم زنان به عنوان قربانی و کسان به عنوان مرد که عامل خشونت هستن نمیبینین. مردم، زنان و مردان در درون یک جامعه به تحلیل گرفته بشن و تمام به هر حال مسائلی که در داخل فیلم چی به شکل نماد چی مستقیم به گفته شده، از حکومت شروع، خانواده و زندگی اجتماعی مثل یک دایره دور هم جمع میشن. و من احساس میکنم حتی نوع نماهایی که در فیلم انتخاب شده، حتی میزانسنهایی که در فیلم انتخاب شده تلاش کرده که نشان بده جامعه فعلی افغانستان و مسائلی که بقای رنج جنگ است و جنگ رنج میبرن. مثلا شما بله در ساخت و ساز این فیلم شما را کیها همکاری کرده، در کدام موقعیت ها و مناطق و هم با چه هزینه این فیلم ساخته شد؟ بله، فیلم از طرف برحال کمپنی خانی فیلم رویا و کابورا پرودکشن که بخش از موبی گروپ هست پارتنر ما در فیلم هستن و تعداد زیادی از دوستا ما برای بخش های مختلف همکاری داشتن. تیمی که فیلم ساخت تعداد زیادی از اونا برحال با دستمزد بسیار پایین کار کردن. به یک نحو این فیلم با عشق و از دل ساخته شد بدون اینکه در این کدام بحث پروژه یا پول وجود داشته باشه. ما تقریبا از 2009 طرح این فیلم داشتم و می‌خواستیم فیلم بسازیم که نظر به مشکلات مالی و امنیتی تایی کننده های بین المللی حاضر نمی‌شدن داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن. تشکر از شما که فیلم ساخته شد. من می‌خواستم یک در قسمت همکاری گفتین من از بازیگر نقش مرکزی لینا یاد کنم که بسیار با حوصله‌مندی کار کرد و همه قسم جدا از همکار بیرونی که قربانتون. سپاسگزار هستیم از شما، موفق باشین در کارهایتان. تشکر، قربانتون. و حال نوبت میرسد بر رویدادهای دلچسب در گوشه و کنار دنیا در گزارش از همکارم خدیجه هما الکوزی. هند، جشن هولی یا رنگپاشی در هند هر سال بر اساس تقویم هندی ها برای آغاز بهار تجلیل می شود و مردم با مذاهب مختلف در این مراسم بر رسم نشانه ابراز دوستی شرکت می ورزند. در این مراسم علاوه از رنگپاشی، موسیقی و رقص، یک بخش جالب این است که زنان متأهل مردان را مورد ضرب چوب قرار می دهند که این عمل ریشه افسانوی دارد. میانمار، هزاران نفر با ساختن نقشه میانمار برای به دست آوردن جایزه گینس در یک استادیوم منطقه مرکزی مکوا گرد هم آمده بودند. حدود 3400 نفر در ظرف 6 دقیقه این کار را انجام دادند و با سرودن سرود ملی اتحاد و قدرت را در کشورشان به نمایش گذاشتند. امارات متحده عربی، نمایش طولانی ترین قطار شمشیربازان در یک پارک جهت کسب جایزه گینس برگزار شد. مسئولین آرزو دارند تا با کسب این جایزه این محل به یکی از مشهورترین منطقه دیدنی برای سیاحین در شرق میانه مبدل شود. چین، تلویزیون چین به مناسبت سال نو جشنواره بین المللی بهاری ویژه را که در آن نمایشات از هنرمندان کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، ایتالیا، آذربایجان، قزاقستان و کشورهای دیگر شامل بود به نشر رسانید. این تلویزیون از سال 1983 با نشر برنامه‌های مختلف فرهنگی کشورش توجه جهانیان را جلب می‌سازد. بخش دری تلویزیون آشنا صدای امریکا در همین جا پایان یافت. برنامه ما ادامه داشته و در نیم ساعت بعدی همکارم احمد شکیب دوست با تازه ترین ها در بخش پشتو میزبانتان خواهد بود. خدا نگهدار.
د امریکا غږ د نن ماښام په پښتو خبرونو کې. رحمت الله مونږ وکیو ماشومان مو